الله الرحمن الرحیم جهان به کام قلام امام اسکری است که شاه می شود که قلام اسکری است برای بار دهم مرتزا علی آمد نمای عرش مزین به نام اسکری است اللهم صل و بارک و تعالی علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و تعالیت علی ابراهیم و آل ابراهیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و آرزوی صحت، سلامتی، عافیت و کامیابی برای شما عزیزان در هر جایی که هستید و بیننده این برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی این برنامه را مشاهده میکنید خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم و سمیمانه تبریک عرض میکنم به همه شما شام میلاد با سعادت امام یازدهم هم امام حسن اسکری علیه و السلام و سلام رو عزیزان در خدمت شما هستیم طبق روال یک شنبه شبها استفاده میکنیم از استاد گرامی جناب استاد هاشمی و موضوعی گفتگوی ما هم صفات مؤمنین در قرآن هست که به عنوان اولین و بارسترین صفت مؤمن ارتباط زبانی در قالب دعا و درخواست از خداوند متعال هست که یک فرد مؤمن همواره دلش به یاد خدا زبانش به ذکر خدا گویا و دستش دست نیازش به سمت خداوند متعال همیشه دراز است خواهش میکنم با برنامه خود همراه باشید و اگر پیامی دارید سوالی دارید مطلبی را میخواهید به ما منتقل کنید از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 عرض سلام دارم خدمت شما جناب و استاد و وقت شما بخیر خیر این ایام رو به شما تبریک عرض می کنم تا که انشالله در مورد صفات مؤمنین در قرآن و آداب دعا از زبان خداوند متعال در کتاب عظیم و قرآن می شنویم با بینندگان آغاز سخن بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو من هم متقابلا به شما تبریک عرض می کنم این ایام خوجسته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنان و همراهان اجمند و گرامی خجسته باد بر شما شام ولادت یازدهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن اسکری علیه و سلام ایدی میلادیشون فرج فرزندش باشد انشالله برای های منتظر همه ما هستیم خدمت شما ممنونم از شما جناب استاد و وقتی که در اختیار بنده و برنامه میگذارید در بررسی صفات مؤمنین رسیدیم به مهمترین صفت یعنی دعا کردن و در بررسی آداب دعا اشاره کردید که باید به سراغ کسانی بریم که به عنوان انسانهای نمونه و الگو شناخته می شوند. یعنی پیامبران و انبیای الهی که چگونه خدا را می خاندند. و رسیدید به این قسمت که یکی از کارهایی که اون بزرگواران انجام میدادند در ابتدای دعا آوردن کلمه بود به نام ربنا یا رب که نشان دهنده مربی بودن خداوند است نشان دهنده این هست که پرورش میدهد خداوند انسانها را و اشیاء را و به اون کمال مطلوب میرساند فکر می کنم در برنامه قبلی رسیدیم به دعای حضرت زکریا که در قالب داستان حضرت مریم و حضرت عیسی بررسی میشد دوست داریم ادامه این داستان زیبا را که حتما حاوی نکات آموزنده هست و در این برنامه از زبان شما بشنویم بله بسم الله الرحمن الرحیم انسانی که به خداوند معرفت دارد و در پی آن گرایش و ایمان دارد خداوند را غنی و خود را فقیر میداند به تعبیر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام انت تلغنی و انا الفقیر به هر پیمانه ای که این شناخت کاملتر باشد انسان به فقر خود بیشتر پی میبرد و به غنای ذات احدیت بیشتر واقف می شود تا جایی که خود را هیچ می پندارد و او را واجد همه چیز و کمال مطلق باز به تعبیر فرزند بزرگوارشون سید و پیشوای اهل ایمان حضرت ابا عبدالله علیه صلات و سلام در دعای عرفه که فرمود کسی که تو را داشته باشد همه چیز رو دارد هیچ چیزی را از دست فاقد نیست و کسی که تو را ندارد فاقد همه چیز است این چون این حالتی که بر اثر یک معرفت و ایمان به خداوند به وجود می آید بلا فاصله در قالب و در شکل دعا و نیایش و التجا و در خاص خود را نشان می دهد. و سبب می شود که یک انسان مؤمن در هماره زندگی، در گاه و بیگاه، در روز و شب، در صبح و شام دست گدایی و دست نیایش و دست دعا و دست تزرع به سوی پروردگار خود بردارد به همین دلیل است که قرآن کریم در جهت تربیت انسان به دو روش عمل می کند به روش نظری و به روش عملی بله. گاهی به انسان ها می آموزد که دعا کنید و چطور دعا کنید گاهی هم مثل تبلیغات امروز و مثل دنیای امروز تصویر نشان میدهد به تعبیر اون نویسنده متفکر تصویر الفنی فی القرآن چهره هایی را به تصویر میکشد نشان میدهد زندگی اونها را صفحه زندگی اونها را پیش روی ما قرار میدهد تا حسی شود و ببینیم که چطور انسان های وارسته و کمال یافته با این که در قله های بلند کمال بودن نسبت به ما و ما بسیار در درجات پایین تر قرار داریم قرآن اون سیمای برجسته و بلند را که در قله های کمال قرار گرفتن برای ما تصویر می کند تا من چونان او گام بردارم و به سمت و سوی او بروم گرچه که ممکن است به اون قله نرسم ولی تلاش بکنم که به اون مسیر بروم و استاد در... مانند آموزشگاه هایی که یک سری دروس نظری دارند و یک سری هم واحد ها و درس های عملی دارند قرآن هم در بعضی جاها غیر از مطالب نظری نمونه هایی را هم نشان داده که اینها نمونه های عملی هستند و ما می توانیم مانند اینها عمل بکنیم درست هست؟ کاملا درست هست و در همین جا باید در پیامدی فرمایش حضرت عالی این نکته را هم تأکید بکنم که یکی از جنبه های بسیار بسیار مهم قصه های قرآن کریم همین است بله. یعنی جنبه های تربیتی برای انسان هایی که در مسیرن سالکن ولی واصل نیستن به اونها نشان میدهد این چهره ها را تا ما به اون قله حرکت بکنیم ملابرین صرف قصه نیست جنبه های مختلف دارد یکی از جنبه های آن همین است که برای ما اون آینه تمام نمای خداشناسی و ایمان را بنمایاند تا ما تلاش کنیم که مثل اونها باشیم خب در همین ارتباط ما نمونه هایی را از سوره مبارکه یال امران در رابطه با خانواده امران مطرح کردیم و از همسر امران و همین گونه دعای او برای فرزندش رسیدیم به نکاتی که خداوند ارتباط می دهد اون داستان را به, به داستان یک پیغمبری از پیامبران الهی به نام حضرت زکریا و به این ترتیب به ما نشان می دهد که در زمان حضرت عیسی و در زمان حضرت مریم یک پیغمبری هم زندگی می کرده است پیغمبری که ظاهرا از خلال آیات این گونه برمی آیت که نسبت به زندگی دچار مسائل و مشکلاتی بوده است من جمله این که دارای فرزند نبوده است ما از لحن دعایشون میفهمیم که چقدر خود را در این کاستی و در این خلق میدیده است ولی راضی بوده است به این کار دل. اما یک زمانی این بغض ترکید این حالت برایشون ماندگار نشد و سبب شد که دست نیایش به درگاه خداوند بردارد و نشانم میدهد که دوره دوره ایشان بوده است و عجیب است که این پیامبر بزرگ الهی تا اون زمان صاحب فرزند صاحب فرزن نشده بود و اون چنان راضی و تسلیم در برابر خداوند بود که به زبان نیاورد دلست. که خدایا خب من دوست دارم که فرزندی داشته باشم و گویا اینکه <تصفح> مشکل هم مال همسر ایشون بوده است درست که در آیات مشخص است این آرزو زمانی رشد کرد و این نیاز زمان خود را نشان داد که برکاتی وجودی یک فرزند صالح را به چشم خود دید و به لعیان مشاهده کرد که یک فرزند اگر صالح باشد به چه مقاماتی میرسد و به چه جایگاه های دست پیدا می کند ولو این که پیامبر نباشد ولو این که امام نباشد نبی نباشد و رسول نباشد انسانی باشد چونان انسانهای دیگر میتواند به جایگاهی برسد که فرشتگان خادم او شوند و در همین جا عرض میکنم بینندگان عزیز که گرچن مقام اسمت از دیدگاهی ما مسلمانان مختص انبیاست در تمام جهاد یا برخی از جهاد و در دیدگاه شیعه در تمام جهاد هم انبیا و همه معصومین علیهم الصلاه و السلام ولی آیاتی را که در صدد بیان اون هستیم در این شبها نشان میدهد که ممکن است ما کسانی را در قالب نقل و روایت و قرآن به نام معصوم نداشته باشیم ولی وقتی درجات اونها را میبینیم و تعابیر قرآن را درباره اونها میبینیم به دین نتیجه می رسیم که دقیقا در جایگاه اسمت استاده اونها ان یعنی تالی تل پیامبرانن در زمره و در ردیف اونها هستن مانند اون چرا که مثلا ما در آیه تطهیر می خانیم. درست. یا مانند اون چرا که در این داستان می خانیم. این داستان را ما در گذشته مرور کرده ایم و <تصفح> به اینجا رسیده ایم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب کسی که فرشته بر او نازل می شود غذا می غذای آسمانی و مایده آسمانی برای او نازل می شود این رو شما چی مینامید نامید جز این که در جایگاه اسمت قرار داشته باشد که البته بدین موضوع تصریح هم شده است که ان الله که یا مریم اسقالت الملائکه تو یا مریم ان الله استفاقی و که بله. در همین جا من اشاره میکنم که بعضی ها بر اون روایاتی که در زمینه ای صد طاهره زهرا سلام الله علیها نازل شده است که فرشته بر ایشون نازل میشد با ایشون حرف میزد غذای بهشتی و می آورد و گاهی دلداری میداد بعضی از انسان هایی که ذهن نارسا دارن یا ذهن آلوده دارن ناشی از دو چیز است یا ناشی از جهل است یا ناشی از آلودگی ذهن است که به این مسائل و به عمق قضایا نمیتوانند شنا کنند و غور کنند با اینکه که قرآن کریم همون هایی که گاهی وقت قرآن هم می خوانند میگوین گویند که بله. یعنی بله ما قرآن رو قبول داریم ولی نسبت به این مسائل که میرسن در حالی که باید بپذیرند چون قرآن کریم نظیر اون را در افراد پایین تر از نظر درجه نسبت به صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها مطرح کردند اما به دلایل وقتی به اینجا میرسد میلنگد و چه بسا سختشون هست که باور کنن این قضایا و این مطالب را با اینکه قرآن کریم به وضوح و روشنی این مطالب را نسبت به کسانی بیان میکند که هم پدر و مادرشون و هم خودشون و هم تربیتشون به پای تربیت و پدر و مادر و جایگاه صدیقه طاهره زهرا نمیره. سلام الله علیه ها و بین هما با اونون بعید یا به اصطلاح تلک رسول و فضل نابعض هم بعض تا جایی که و من هم کسانی که به درجات بالاتر هست که به اتفاق مفسرین حضرت ختم مرتبت است خب بگذاریم زمانی که که تلاوت کردید میترسم بعضی از بینندگان ما معنی عربی شو نفهمند اگر یک ترجمه کوتاه هم داشته باشید در همون قسمتی که حضرت زکریا میآید پیش حضرت مریم و میبیند که یک قضایی در نزدیشان هست بله چشم و کفلها زکریا این و کفلها زکریا هم متکفل شدن بله. متکفل شد امور حضرت مریم را زکریا اون زمانی که ایشون بزرگ شد و به حد رسید که وارد معبد شود برای عبادت کردن چون مادر نظر کرده بود و در حقیقت در تاریخ اولین زنی است که وارد معبدی یهودیان اون زمان می شود و کفلها زکریا کل ما دخل علیها زکریا المحراب هر وقتی نه یک بار هر وقتی که حضرت زکریا به تناسب اون که ایشون متکفل امور بود باید غذا می برد باید احوالشو رو میپرسید باید آب می برد باید سرکشی می کرد که در چه حالی چه نیازی دارد و کل ما دخلی دخل علیها زکریا المحرابه هر زمانی که داخل می شد زکریا که کفیل حضرت مریم بود در هنگامی که او در محراب عبادت مشغول بود برای عبادت کردن یعنی حضرت مریم وجد اندها رزقا میابید و میدید در نزد او رزقی را کلمه رزقن چون شما فرمودید من ناگذیر شدم این دقایق را مرز بکنم کلمه رزقن که در اصطلاح ادبا میگوید تنکیر هست یعنی یک نوع رزقی را تنکید در اینجا بنای این یعنی یک رزق ویژه ای را دلوقتي. یک غذایی را که با غذاهای معمولی دیگر را فرق داشت اینطوری نبود که مثلا از اون آبگوشتی که دیگران میپختن در نزد ایشون باشد یا از اون برنجی که میپزن و پخته میکنن در نزد ایشون باشد نه وجد عندها رسقا یک تعام معلوم بود از جای آمده است آره یک تعام ناشنایی که معلوم بود از این آشپزهای معمولی دنیوی نیست و به همین دلیل است که قال یا و انا لکی هازا این رو از کجا پیدا کردی؟ یعنی حتی برای ایشون مایی شگفتی بود که خب این غذا که غذای معمولی نیست به تعبیر من غذای شاهانه هم اگر بگوییم ما با اون غذا توهین کرده ایم این غذای ویژه و مخصوص را تو از کجا آورده ای و کدام خدمتکاری به تو آورده است انا لکه هازا و جواب این توریست قالت هو من عند الله همین میداند که طوری نیست که گمان کند نداند حضرت مریم که این ریس رو کی آورده است یک شیء ناپیدایی آورده باشد جنی آورده باشد یا کسی نه نه قالت هو من عند الله و نکته یکی از نکات بسیار بسیار دقیقتر تر همینجا این است که وقتی یک انسان خدا را میبیند حتی فرشتگان رو هم نمی بیند. اینجا نمیگوید ملک آورد فرشته آورد در حالی که قطعا نه. یک فرشته یک فرشته واسطه, واسطه واسطه شده واسطه را نمی بیند و فقط خود خدا را می بیند قالت هو من عند الله که نشان بدهد ما چطور قضاوت می کنیم در زندگی ها گاهی وقت قارون است که وقتی میگوید بخشی از اموالت را بده به خداوند میگوید به خاطر دانایی و دانش خود من بوده است که این را به دست آوردم چرا به دیگران بپردازم چرا به دیگران اون انسان رو مقایسه کنید با این انسان قالت هو من عند الله هیچ کسی را غیر از خدا نمیبیند به هر جا بنگرم اونجا تو بینم حتی فرشتگان را نمیبیند حتی واسطه ها را حذف میکند در این نگاه میشود کاملا جهان مظهر خدا می شود و همه عالم وجود ندارن اصلا یعنی چیزی چیزی به نام وحدت وجود اگر گفته می شود در اینجا قالت هو من عند الله و از جانب خداوند است و به قدری دقایق در این داستان وجود دارد که من می ترسم اگر تمام این نکات بیان شود ما از مقصد درست. و غرض اصلی دور شویم و بلا فاصله و بلا فاصله از همین فرصت استفاده می کند نگاه خود را شناخت خود را از خداوند اینطوری مطرح می کند ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب ان الله یرزق من یشاء غیر حساب چقدر اطمینان دارد این دختری درس ناخونده ای مکتب نرفته ای که خداوند فرمود فتقبل ها رب به قبول حسن و انبتها ها نبات کسی که خداوند تربیت او را به عهده می گیرد این گونه رشد می کند درس ناخوانده یک زن که شناخت و معرفت او به پایه می رسد که می فرماید ان الله یرزق من یشاء غیر حساب اونهایی که در ارتباطی با خدا میشوند عالم دست خداست و این عالم چون مظهر لایتناهی هست و جلوه لایتناهی هست به همین دلیل است که میگوید عالم لایتناهی است پایان ندارد و یکی از نکاتی که میتواند اشاره به این داشته باشد ان الله یرزق من به غیر حساب زکری یا شما که این غذا را اینجا میبینید خداوند به ایست است که بدون حساب برای بدون حساب در اینجا دو تا معنا دارد یکی یعنی بی پایان بله. بی حساب یک معنایش هم این است که هر کسی را نه به اندازه ای عبادتش نه به اندازه ای، اعمال خوبش. اعمالش نه بیشتر از آن حتی حساب نمیکنه چون گاهی وقت شما کسی را به اندازه طلبش میپردازید گاهی وقت است نه میگید بدید به این هر مقداری که لازم دارد اصلا حساب نمی کنید مزدش را و کارش را محاسبه نمی کنید ان الله یرزق من یشاء غیر حساب این وضعیت خاص غذای ویژه بدون اینکه که کسی وجود داشته باشد و این معرفت ویژه‌ای کسی وجود داشته باشد در این میان که حضرت زکریا توجه کند که چه بسا به واسطه فرد دیگری این نعمت ها مال این به این دختر رسیده. دختر رسیده, است و معرفتی را که این دختر از خود نشان میدهد که لولا که اگر نبود این معرفت چه بله. بسا حضرت زکریا به شک می افتاد که خب ممکن است که در اینجا کسانی دیگری وجود داشت چون معبد بود مردان بسیاری پیشوایان و, و انسان بسیار شاخصی در اون معبد راه پیدا می کردن. از رهبران و از علمای چیره دست و بزرگ بنی اسرائیل بود در اون معبد و از جمله این که خود حضرت زکریا هم به عنوان پیغمبر یکی از اون مردانه بود که در اینجا رفت و آمد میکرد طبعا. هیچ یکی ویژگی را نداشتن ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب این معرفت را وقتی از حضرت مریم دید بلا فاصله اون آرزو و اون خلایی که همیشه در وجودش بود و احساس میکرد اون بغض ترکید یعنی کریم. گویا که این دختر را به منزله دختر خودش میدیده است و میدیده که این دختر به چه مقامات معنوی رسیده که از طرف خداوند متعال قضا به او میرسد رزق و روزی به او میرسد و آرزو میکند که ای کاش من همچنین فرزندی میداشتم چنین دختر یا چنین پسری که میتوانست این چنین با خداوند ارتباط بگیرد و من از دیدن این ارتباط لذت می بردم و افتخار میکردم که این فرزند من هست بله. و اینجا بله. دعا می کند حضرت زکریا همینجا دقیقا می که هنالک دعا زکریا استاد به بمی... من برنامه رسیدیم خواهش میکنم یک که سراعتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه رو ببینند انشاءالله, انشاءالله ادامه انشاءالله. این مباحث و دعای حضرت زکریا بعد از تماشای یک میان برنامه کوتاه از این فرصت استفاده میکنیم سخنی زیبا از امام حسن عسکری علیه السلام به مناسبت شام میلاد این بزرگوار سخنی بسیار معروف است در مورد علامات مؤمن که امام هم فرمودند مؤمن پنج علامت و ویژگی دارد اول اینکه در طول شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز واجب و مستحب میخواند دوم این که در هنگام نماز خواندن پیشانی را بر خاک میساید سوم این که در نمازها بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میگوید و به جهر میخواند چهارم انگشتر عقیق در دست راست میکند و اما پنجم زیارت اربعین سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را قرائت می کند انشاءالله خداوند توفیق انجام هر پنج عمل را به همه ما عنایت بفرماید و ما را از جمله شیعیان آن بزرگواران قرار بدهد همراه باشید با برنامه به وقت بیداری در بخش دوم این برنامه اللهم لولیک ابن الحسن علیه و في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمجعوا فيها طويلا بحق محمد و آل صلواتك عليهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز که برنامه به وقت بیداری را مشاهده میکنید برنامه ای که به طور زنده و مستقیم از شبکه هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می گردد. یک بار دیگر میلاد با سعادت امام حسکری علیه السلام رو خدمت شما تبریک ارز می کنم. گفتگو می کردیم با جناب استاد هاشمی پیرامون آداب دعا و رسیدیم به آیات سوره آل امران در مورد داستان حضرت مریم علیه السلام و همچنین دعایی که حضرت زکریا به عنوان کفیل حضرت مریم بعد از اینکه عنایات ویژه خداوند رو به این دختر مشاهده می کند دلش می خواهد که فرزندی داشته باشد به سان این دختر و به شباهت این دختر و دعا می کند و این دعا برای ما درس است که چگونه درخواست خود را از خداوند مطرح می کند و با چه تعبیری و با چه کلمه این دعا را شروع می کند بله بله السلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به اینجا که اون گهی که حضرت زکریا اون حالت را و اون معرفت را از حضرت مریم دید بلا فاصله به حال حضرت مریم غبت خورد درست. و به این مقام و خود که تا اون زمان فرزندی نداشت دست به دعا برداشت و این خلع را در پیشگاه خداوند مطرح کرد پیش از اون که دعای ایشون رو مطرح بکنم به یک نکته دیگر هم در ادامه مطالب قبلی خوب است که اشاره شود به همین مقدار اجمالی که اشاره شد یکی از نکاتی که ما می توانیم به دست بیاوریم آن است که چه بسا یک غیر پیغمبر و چه بسا یک غیر مرد یعنی یک زن بله. به جایگاهی برسد که یک پیغمبر مرد به او غبته بخورد و نسبت به معمال او دوچاری شگفتی شود بله دوچاری شگفتی شود نکته دوم این در حال است که اگر قرآن کریم در همین آیات در آیه چیلو دو چون ما آیه چیلو سی و هفت و سی و هشت رو میخاندیم در آیه چیلو همین سوره خداوند میفرماید و اذ قالت الملائکت یا مریم اعوذ بالله من الشيطان رجیم و اذ قالت تو یا مریم ان الله استفاکی و و اصطفاکی علا العالمین ای مریم تو را برگزیدیم بر همه زنان بر زنان عالم روایات نبوی فراوان وجود دارد متفقون علیه هست از شیعه و سنی روایت نبوی که فرمود مریم سید زنان عالم و زمان خود بود ولی دخترم فاطمه سلام الله علیها سید زنان همه عالم هست من الاولین و آخرین در تمام زمان ها در تمام و در تمام مکان ها اگر چنین است گاهی انسان اگر می بیند که مثلا شخصی غبته می خورد برای مقامات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حتی پیامبران غبته می خورند ممکن است بر افرادی کم سوادی چون من سنگینی کند که مگر می شود یک زن این گونه مقام داشته باشد که پیامبران الهی نسبت به او غبته بخورند ما در روایات داریم که در زمانی که به قیامت محشور می شوند انسان ها همه غبطه میخورن به اون مقام که به صدیقه طاهره سلام الله علیها داده می شود و در همین دنیا هم کسانی که گاهی وقت حال احوالی حالات اون حضرت رو میدیدن غبطه و یکی از دلایلی که کسانی چون سلمان سلمان فارسی بله اون قدر مخلص و مرید و محب این خاندان شد دلیلش این بود که گاه بعضی حالات رو و بعضی مسائل نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیه ها به دلیل این که از سلمان من اهل البیت بعضی چیزها را میدید و دار شد فدایی این خاندان به خاطر دیدنی و که برای یک انسانی حتی بعضی از پیامبران این مقامات برایشون میسر نبوده است و من در همین جا باز این نکته رو گرچه که من بسیار تلاش میکنم که از فضا بگذرم که برسم به سخنان دیگر شما در همین سوره مبارکه ای مائده که ما در زمان دعاهای حضرت عیسی ابن مریم عرض کردیم گرچه حضرت عیسی مرده را زنده میکند و بین مادرزاد را بینا میکند و پیس را درمان میکند مرض های مشکلی جلدی و پوستی را ولی زمانی که به مائده آسمانی میرسد با صد تلاش و دعا خداوند برای او مایده ما آسمانی میفرستد ولی برای مادرش حضرت مریم به راحتی در دسترس است کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا خب و به همین دلیل است که ما به مفهوم اون حدیث شریف پی میبریم که فرمود ما حجت بر خلقیم و مادر ما فاطمه سلام الله علیها حجت بر ماست درست. حتی برای بعضی از ما شیعیان هم ممکن است این کلمات سنگیم. قدری سنگین, به نظر برسد که این یعنی چی که این گونه سخن گفته می شود نسبت به فاطمه سلام الله علیها و یا کلمه مولاتی مولا را نسبت به صدیقه طاهره من دیدم در دعای توسل بعضی ها این کلمه را حذف کردن از اون جمله ای که بی بی سلام الله علیه در موردش به کار برده می شود چون گفتن مولا فقط به مردان اطلاق می شود ولی خب اینها شاید ناشی از اندکی که توجهی, توجهی باشد. باشد خب بگذاریم هنال که دعا زکری ربه در اینجا بود که دست نیایش و گدایی و دعای حضرت زکریا به درگاه خداوند بلند شد این پیرمردی که تا این زمان عبادت کرده بود اینجا دیگه به صورت ویژه ای دست به درگاه خداوند برداشت یک مطلب مخصوصی را و ویژه ای را از خداوند خواست با این که رویش پیامبران الهی این بوده است که و یکی از آداب دعا این است که ما تعیین نکنیم دعا را برای خداوند که چی چیزی برای ما بده ولی بعضی اوقات استثناست یعنی شرایط توریست که انسان ناگزیر است در همان لحظه فل مجلس و فل حال مطلب خاصی را از خداوند بخواهد نظیر این ماجرا وقتی میبیند حضرت مریم را در اون حالت و اون شرایط و با چنین شخصیتی هنالک دعا زکریا ربه قال ربی یکی از جاهایی که خداوند میگوید رب خود را خان و اینطور گفت رب یعنی بله. دو بار تکرار کرده است این کلمه را رب خود را خان به دلیل این که فرزن ادامه وجود انسان است بله. عزیزان بیننده یکی از آفات آسیب هایی که تفکر این بیگانه بر ما آسیب زده است آن است که به بهانه زندگی بهتر فرزند کمتر را به ما تلقین کردن و حالا که در فرهنگ قرآن کریم فرزند ادامه وجود انسان است دلست. و اگر کسی فرزند نداشته باشد به تعبیر سوره این که ای این نشانه اکه هو لبتر بریده است یعنی منقطع است وجود یک انسان قطع می شود. مثل یک درختی که خشک می شود. دیگر هیچ برگ و بری از او باقی نمی ماند. و قرآن کریم به همین دلیل میفرماید که ما خیر کثیر را هیچ تعبیر بهتر پیدا نمی شد. از این که بیان بکند که ادامه وجودی تو را ما خیر کثیری قرار دادیم و در همین توضیحات شاید امشب و شبهای قبلی ما به این نتیجه رسیده باشیم که هیچ عبارت و سخنی بهتر از کوثر درباره فرزند رسول الله و فاطمه سلام الله علیها وجود نداشت هیچ تعبیری دیگری ناتیناکل کوسر ما نباید به دنبال این باشیم که فرزند کمتر زندگی بهتر و عملا خود را در ابتر بودن و منقطع بودن و در خشک بودن قرار بدهیم هنالک دعا زکریا ربه قال ربی ای پروردگاری که مرا رشد میدهی رشد دادنی در اینجا از چه طریق است از طریق این است که وجود من ادامه پیدا کند از چه طریق وجود انسان ادامه پیدا میکنه از طریق این فرزندی برای من بده هم فرزند دختر هم فرزند پسر بله قال رب حبلی قال رب این کلمه رب را موضوعی بحث ماست قال رب ای کسی که رشد وجود من و تربیت من به تو مربوط است یکی از جنبه هایی که تربیت انسان کامل باشد آن است که صاحب فرزند. صاحب فرزند باشد و به همین دلیل است که با عرض پوزش از برخی از خانمها ها که گفتن یکی از خصوصیات بد خانم ها آن است که و زنان آن است که صاحب فرزند نشود زن ولود یکی از صفات خوبی فرزند است ولی در متاسفانه در دنیای ما به قدری روی این مسئله دشمنان ما تبلیغ کردند که گاهی وقت انسان باور میکند که مادر شدن یک امر بد است ناپسند است و تعبیر میکنن که ما که مرغ تخماور که نیستیم بله. ما انسان هستیم و چقدر توهین است به مقام مادری که قرآن کریم بسیار بسیار بالا میبرد و اسلام که من در صدد اون بحث نیستم جایگاه مادر را و در اینجا حضرت زکریا میفرماید خدای در ادامه ربوبیت خود وجود من رو رشد بده از طریق این که وجود من ادامه پیدا کنه و قطع نشود قال رب حبلی من که طیبه این ذریتا طیبه رو البته هیچ پیامبری ذریه ناپاکی از خداوند نمیخواد ولی طیبه را که مشخصا تأکید میکند به خاطر که یک فرزند طیبه را دیده است. دیده است مشاهده کرده است که یک فرزند طیب اگر باشد چطور ادامه ای وجود ای انسان در حقیقت شکوفا می شود وجود انسان مثل درختی که میوه می دهد برگ می دهد گل می کند طیبه این نکه سمیع و دعا یکی از آداب دعا که در همین جا فیلم مجلس عرض می کنم شاید فرصتی دیگری نشود که اون را بیان بکنم یکی از آداب دعا این است که انسان باید یقین داشته باشد به اجابت دعا یکی از مهمترین یکی از مهمترین آداب دعا این است که دعا کننده در حالت شک و تردید نباید دعا کند ببینید ما اگر یک انسان عادی را در حالت شک و تردید ازش چیزی را از او چیزی را بطلبیم و اون طرف متوجه شود که این در حالت تردید با من سخن میگوید مثلا ما بگوییم که با ما بیایید سفر شما همراهی ما باشید در این حالت طرف احساس کند که شما مردد هستید در همراهی با او یعنی این سخن را به جدا و از ته قلب خود به شما بیان نمی کند آیا شما با او همسفر می شوید؟ خیر. وجود نداره نه خیر. انسان نمیتواند فکر خود را نیت خود را از خداوند پنهان نگه دارد با خدا که نمیشه دودیلی را پنهان کرد و شک و تردید را پنهان کرد شک و تردید را حتی از انسانهای های دیگر در هنگام گفتگو نمیتوانیم پنهان کنیم از انسانهای های دیگری مثل خود چه رسد از خداوند و لذا اگر میخواهیم دعای ما به اجابت برسد یکی از آدابش آن است که باید یقین به اجابت داشته باشیم زیرا ما ممکن است خواسته های از انسان های دیگر داشته باشیم انسان های دیگر در محدودیتان چه بسا ممکن است ما چیزهایی را بخوایم از اونها که در توان اونها نباشد زمان ایجاب نکند مکان ایجاب نکند ثروت او قدرت او در توان او این خواسته شما نباشد ولی شما اگر نسبت به خدا سخن میگویید و مردد سخن میگویید مانند آن است که شما شک دارید به توانایی او شک دارید به رحمت او شک دارید به ربوبیت او شک دارید به تواناییش و خیلی از شکهای دیگر بنابراین انسانی که در مقام دعاست و با خداوند حرف میزند و از خداوند میطلبد باید با جد و یقین خواسته خود را مطرح بکند شما در این خواسته از حضرت زکریا علی نبی نواله و علیه و علیه السلام و سلام میبینید که این نکه سمیع الدعا این کلمه این نکه در زبان عربی با تأکید بیان شده است این نکه سمیع. سمیع الدعا استاد در همین رابطه یک تعبیر خیلی زیبایی هست که نقل میشه یک ادهی برای دعای باران یا نماز باران به خارج از شهر رفته بودن ولی در بین تمام این افراد که برای این نماز به خارج شهر رفته. یعنی یک طفل کوچک یک طفل خردسالی فقط با خود یک سایبان برده بود که اگر باران شدید آمده من زیر این باران خیلی خیس نشوم و به اصطلاح سردم نشود و این نشان دهنده این هست که همون طفل قلبا میداند که خداوند دعایش را مستجاب میکنه و دعای این عده ای که میرند از خداوند مهربان درخواست میکنند که برای اونها باران ببارد پس میرسیم به این مطلب که قطعا باید ما به نتیجه دعای خود باور داشته باشیم و در مورد دعای حضرت زکریا هم اشاره کردید که گاهی انسان نباید خیلی جزئیات دعا را مطرح کند کلی بگوید تا هرچه که خداوند به مسلحت او بود برایش عنایت کند اما در اینجا چون مسئله مسئله خیر هست مسئله خوب هست و حضرت زکریا برای منافع خود دعا نمی کند بله. برای مسائل دنیایی دعا نمی کند صرفا چون دیده است یک فرزندی را که او ارتباط ویژه با خداوند متعال دارد میخواهد خودش هم صاحب چنین فرزندی باشد و فرموده شما این نسل او ادامه پیدا کند و طیبه زوریه پاک و طیبه ای داشته باشد بله استاد بله. در اینجا کلمه رب که به کار رفته است من میخواستم یک مطلبی راجع به کلمه خود رب و عنوان دیگری با نام ربانی از شما سوالی داشته باشم که به ما زیاد توصیه شده که به دنبال افراد ربانی باشید به دنبال علمای ربانی خیلی رفت آمد داشته باشید با اونها و همچنین این انبیاء ربانی این کلمه ربانی با کلمه رب چه ارتباطی دارد و چه معنای میتواند داشته باشد که ما به دنبال چنین افرادی باشیم و با اونها ارتباط و مراوده داشته باشیم و از اونها بهره شویم بله در کلمه ربانیون مطالب متعددی از سوی مفسران بزرگوار مطرح شده است که من به دو جنبه اون اشاره میکنم درست. یک جنبه آن است که ربانی کسی است که تربیت اونها به دست خداوند انجام می شود یعنی لطف خدا و تربیت خدا شامل حال آن است و خداوند خود مربی اونهاست دیده اید که بالاخره انسانها ها از این نظر خیلی فرق می کند بعضی ها مربیشون می شود فرعون و بعضی ها هم مربیشان می شود خدا اونگونه که امام مشتبه علیه السلام, فرمود جدم رسول خدا را خود خداوند تربیتش را به عهده گرفت و ادب نیکو به او آموخت و, آمخت و به احسن ادب تربیت <applause> کرد او را بنابراین ربانی نسبت به کسانی است که خداوند خود دست اونها را میگیرد کمک میکند معنای دیگر اون این است که انسانهای ربانی آن است که عالم را تحت ربوبیت خدا میدانند و از جمله خود را یعنی هیچ چیزی را خارج از ربوب... تربیت خداوند و ربوبیت خداوند نمیداند الحمدلله رب, رب العالمین به این پدیده و به این باور کاملا رسیدن و حس میکنن چون این چیزی را که هیچ چیزی از زیر چتر و سیطره ربوبیت الهی بیرون نیست خب در اینجا حضرت زکریا برگردیم به مطلب مت، مورد بس قال رب حبلی هبه هم بخشش بدون عوض است میدانیم دیگه البته هبه معوضه هم داریم منتها نه به اندازه خود عوض وگرنه خود هبه هم وگرنه میشود معامله بله. در عوض باید یک چیزی کمتری باشه اگر هم باشد وگرنه هبه اکثرا غیر معوضه است یک طرفه است طرف است قال ربی حبلی من چیزی ندارم که به تو ببخشم در برابر این چیزی که شما به من میدهی قال ربی حبلی هبه کن من لدن که از پیش خود خودت ذریتن طیبه انک سمیع الدعا تو حتما دعا را میشنوی اینجا شنیدن به معنی اینی که مستجاب میکنی درست سمیع الدعا چون در مورد این که در اینجا ما میگیم سمیع به معنی مستجاب است به خاطری که شنونده فرق میکند گاهی یک شنونده هست که در توانش نیست میشنود ولی برآورده نمیکند اما در مورد خداوند زمانی که سمیع به کار برده می شود اینم یکی از دقایق اصطلاح شناسی کریم است انک سمیع اون یعنی تو که میشنوی یعنی که برآورده میکنی یعنی اینطوری نیست که بین شنیدن تو و برآورده کردن آنها یعنی حاجت مانعی و حائلی باشد بله. تو سمیع هستی یعنی که مستجاب کننده دعای من هستی و چطور این رو با تأکید بیان میکند انک سمیع دعا تو شنونده دعا هستی این شنونده خب خیلی هم ممکنه شنونده باشد صفتی نیست در واقع در صورتی میتواند صفت منحصر به خدا باشد که همراه باشد با اجابت درست نک سمیع و ولزا با توجه به اینکه دو دقیقه از فرصت برنامه و پایان برنامه فرصت داریم دوست داشتم در جریان باشید که یا این بحث رو به یک جایی برسانیم و یا اگر میماند ان برای برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم بله حتما این در این دقایقی که باقی مانده است من فقط یک نکته دیگر را اون هم شاید نیم بند و مجمل بتوانم مطرح کنم فنادته الملائکت وَهُوَ قَائِمٌ و هو قائم یسلی فی المحراب بلا فاصله فا در اینجا باز در زبان عربی یعنی متفرع و در نتیجه اون دعای خالصانه ای که حضرت زکریا از خداوند خواست پیرمردی از کار افتاده با زن نازا ولی از ته دل با یک یقین و با یک ادب خاصی از خداوند وقتی این مطلب را میطلبد طلبت فنادت و هو قائم یسلی فی المحراب که در حالی که استاده بود در محراب و از همین جا هم معلوم می شود که ایشون در حال نماز یعنی این دعا را کرد و بعد برای برای قبولیت و به پاس این دعا استاد به نماز در حالی که در نماز ایستاده بود ملائکه به اون داد در داد که ان الله یبشره که به یحیا و ادامه آیه که خداوند جوابش دعای حضرت زکریا خیلی سریع و بلا فاصله جواب ایشان رو داد و مستجاب کرد دعای ایشان بله بله بسیار ممنون و متشکر مستاد مطالب واقعا زیبایی بود خداوند انشالله به شما هم خیر و برکت انایت کند لد شکر لد. از بینندگان عزیز همراه با برنامه امیدوارم مجموعه مطالب برای شما مفید بوده باشد در پایان باز هم سخن زیبا از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمودند دو خصلت است که بالاتر از آن دو چیزی وجود ندارد اول ایمان به خداوند و دوم سود رساندن به برادران و همه شما بینندگان می دانید که در فرهنگ اسلامی ما برادران شامل همه مؤمنین و مؤمنات می شود پس در نظر امام اسکری اولویت بعد از ایمان به خدا دستگیری از مردم کمک کردن به مردم رفع هوائج و مشکلات مردم هست که انشاءالله خداوند توفیقش رو به همه عنایت کند ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار تا برنامه دیگر خدا یارو نگهدار <applause>